عناوین خبرها اردوغان به ایران اعلام جنگ کرد و مقصویی با سلام فرمانده تمامی ندارد لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. سلام و شب بخیر به شما همراهان کیوس که برای شنیدن بسته خبری امشب با ما همراه باشید. اردوغان به ایران اعلام جنگ کرد. گروه شبه نظامیان آزادگان سنجار از گروه های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی شنبه شب 21 ماه می پایگاه ترکیه در شمال عراق را با پهپادهای های انتحاری و موشک های کاتیوشا هدف قرار دادند. خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد پایگاه نظامی ترکیه واقع در شرق موسل با شش پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته شد اما منابع عربی گزارش دادن این پایگاه با دو پهپاد انتحاری مورد حمله قرار گرفته است خبرگزاری ایرنا گزارش داد در این حمله دو سرباز ترکیه و یک پیمانکار محلی کشته شدهاند سخنگوی گروه آزادگان سنجار میگویند دو پهپاد با دقت عالی به هدف اصابت کردند و بر اساس اطلاعات اولیه خسارت های مادی و انسانی در میان اشغالگران ترکیه به جا گذاشتند او تهدید کرد عملیات ما تا زمانی که اشغالگر با توحش و تجاوزش موجود باشد ادامه خواهد یافت و باز تاکید می کنیم که تجاوز به هر وجب از خاک عراق را به منزله تجاوز به سنجار می دانیم. ایرنا همچنین می نویسد حضور ارتش ترکیه در عمق خاک عراق و تاسیس بیش از چهل پایگاه در خاک این کشور حساسیت شدیدی را در گروه های مختلف عراقی و به ویژه گروه های مقاومتی عراق برانگیخته است. بلافاصله بعد از تایید کشته شدن دو نظامی ترکیه، سخنگوی دولت ترکیه و کاخ اردوغان با محکوم کردن این اقدام به سپاه هشدار داد پای خود را از گلیم خود بیش از این دراز نکند به نوشته های روزنامه های ترک اردوغان بعد از شنیدن این خبر به شدت عصبانی شده و سفیر ایران را احضار کرده و گفته این حرکت برای او اعلام جنگ است سخنگوی که, که اعلام کرد سه چریک هدف پهپادهای مسلح ترکیه قرار گرفتند و به شدت مجروح شدند وقتی غیر نظامیان به کمک آنها آمدند تا زخمی ها را به بیمارستان منتقل کنند آنها نیز هدف پهپادها قرار گرفتند دو غیر نظامی به همراه سه چریک زخمی جان خود را از دست دادند پنتاگون اواسط بهشت به 1401 در گزارشی اعلام کرد واحد اطلاعات نظامی ایالات متحده بر این باور است که شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی با چریک های کرد برای حمله به پایگاه های نظامی ترکیه در شمال عراق همکاری می کنند. در ماه های اخیر تنش میان گروه های وابسته به جمهوری اسلامی و نظامیان ترکیه و شبه نظامیان مورد حمایت آنکارا در شمال عراق تشدید شده. از سوی دیگر رقابت میان رژیم ایران و ترکیه برای نفوذ در کشورهای منطقه از جمله افغانستان افزایش پیدا کرده است. شماره تحلیلگران معتقدند رجب طیب اردوغان به دنبال احیای امپراتوری عثمانی است و بعید نیست بخشهایی از خاک عراق و حتی سوریه را زمیمه گه ترکیه کند اما برخی میگویند اردوغان فقط میخواهد اختیارات و نفوذ خود در منطقه را گسترش ببخشد شهرام سبزواری کارشناس نظامی به کیهان لندن میگوید اردوغان به دنبال این است که ترکیه را تبدیل به یک قدرت لوجستیک حتی فراتر از غرب آسیا کرده و ایده احیای امپراتوری عثمانی را پیاده کند و ضعف جمهوری اسلامی سبب شده تا برنامه های جاه ترکیه منافع ایران را به خطر بیندازد و درگیری میان آنها در عراق و سوریه چه بسا فراتر از آن کشیده خواهد شد او میگوید پروژه مواصلاتی لاجورد کریدور اقتصادی است که افغانستان را از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا متصل می کند. این مسیر ترانزیت به معنای منظوی کردن جمهوری اسلامی در منطقه است. این کارشناس نظامی می افزاید میان جمهوری اسلامی و ترکیه به طور فزاینده تشدید می شود. تنش هایی که هر کدام می تواند به یک معضل امنیتی تبدیل شود. از جمله سازی های ترکیه در اراضی بالادستی و پیامدهای آن در زمینه آب برای ایران. ایران. همزمان روابط سیاسی و نظامی ترکیه و اسرائیل رو به بهبود است و این یعنی همکاری بیشتر آنها برای تقویت صنایع نظامی ترکیه و همکاری در بخش آب در چنین شرایطی توازن قدرت به نفع ترکیه سنگینتر خواهد شد افزایش درگیری ها میان نظامیان ترکیه با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق پیامده تحولاتی است که به سرعت در حال وقوع است. مقصوعی با سلام فرمانده تمامی ندارد نمایشگاه کتاب تهران در حالی به کار خود پایان داد که با اجرای سرود سلام فرمانده و تشدید تبلیغات حکومت بر مزامین مورد تاییدش به یکی از ایدئولوژیک ترین و مخربترین نمایشگاه های سه دهه گذشته بدل شد قدرت خرید پایین مردم با تداوم بحران اقتصادی و از سوی دیگر عرضه کتاب های فرمایشی و تبلیغاتی بر کسادی بازار کتاب بیش از پیش افزوده است. نمایشگاه کتاب امسال نیز همچون هر دوره دیگری از اخبار و هواشی به دور نبود. همزمانی برگزاری نمایشگاه با واریز یارانه های غیر قابل برداشت و همچنین شوک ناشی از افزایش ساعتی قیمت ها موجب شد تا مردم انگیزه و توانه کمتری برای خرید کتاب داشته باشند. با این شرایط آنچه از اولین روز برگزاری دقدقی که بسیاری از فعالان این عرصه بوده قیمت بسیار بالای کتاب است که برای ناشر نتیجه جز کم بازار و برای مردم ناتوانی در خرید کتاب نداشت هرچند تخصیص بنه کتاب فقط برای خرید مجازی هم در کسادی نمایشگاه حضوری بی تاثیر نبود ابراهیم رئیسی معروف به قاضی مرگ و رئیس جمهوری اسلامی در آخرین روز از نمایشگاه بازدید مثلا سرزده کرد که صحبتی در مورد نمایشگاه و یا موضوع کتاب نداشته به قرفه های انتشارات تبلیغاتی وابسته به حکومت سرزده که کتاب هایی در مورد قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس مدافعان حرم و حوزه علمیه قم را تولید و توزیع می کنند سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس دولت امسال در بازدید از نمایشگاه تنها به یک جمله مبنی بر پیگیری رفع مشکلات ناشران در حوزه تهیه کاغذ با قیمت مناسب اکتفا کرد محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی عجیب با تاکید بر این ادعای دروغ و مزهک که در دو سال آینده صادر کننده کاغذ خواهیم بود گفته است خوشبختانه بحث تخصیص ارز در کوتاه مدت حل شد ما از آخرین فرصت ارز ترجیحی استفاده کردیم و کار خود را انجام دادیم انشاالله از این به بعد نیازمند ارز نباشیم کار میان مدت و بلند مدت ما این است که تلاش کنیم به خودکفایی در صنعت تولید کاغذ برسیم وزیر ارشاد اسلامی درباره یک کاغذ های احتکار شده نیز یادآور شده که نزدیک 2000 تن کشف شده و به محض انتقال در اختیار ناشران قرار می گیرد یکی از حواشی نمایشگاه کتاب امسال اجرای سرود سلام فرمانده در محوطه اصلی مصلی تهران بود اجرای این سرود توسط کودکان و نوجوانان خشم عمومی و انتقادهای بسیاری در مورد سوء استفاده از کودکان و آزار روانی آنان به دنبال داشته است سلام فرمانده سرود تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی برای نسل چهارم و متولدین دهه 90 است با این محتوا که آنان خود را در دفاع از نظام جمهوری اسلامی در صف لشکر سید علی خامنه ای معرفی می کنند خبرگزاری دولتی ایرنا در توصیف اجرای سرود سلام فرمانده در مصلای تهران در مطلبی تهوع آور نوشته گروه سرود سلام فرمانده از بهشت واژه ها در همدلی با کودکان و نوجوانان آینده ساز ایران و انقلابی و اسلامی سلام و حماسه ی حضور را بار دیگر معنا کردند و از کنار کتاب به رهبر و فرمانده عظیم و شن نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای از یک سو و از سوی دیگر به تمامی نسل سلیمانی ها، حججی ها، باکری ها، همت ها، چمران ها، متوسلیان ها و دیگران سلامی جانانه، عاشقانه و صادقانه فرستادند. علاوه بر این سلام فرمانده به نوعی واکنش به انتشار ویدیوهایی از رقص و شادی دانش آموزان است که در روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی باستا به گسترده ای داشت و مورد تشویق و توجه افکار عمومی قرار گرفت. آنگونه که از تلاش برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب برمی آید، سو استفاده از کودکان و نوجوانان در حاشیه نمایشگاه کتاب در تداوم مقص ها و سانسور گسترده و ارائه محتویات مورد تایید سیاست های حکومت بوده است. آن هم در حالی مردم معترض در ها علیه جمهوری اسلامی و شرایط موجود دست به تظاهرات میزنند و روزی نیست که تجمعات اعتراض سنفی در شهرهای مختلف از جمله تهران برگزار نشود. صحبت‌های سعید بن راشد نماینده وزارت فرهنگ و جوانان کشور عمان در نمایشگاه نیز از دیگر حواشی بحث برانگیز نمایشگاه امسال بود. وی درباره یه تجربه ی حضور خود گفته که بسیاری از مراجعان به قرفه عمان بیش از آن که به دنبال کتاب باشند در درباره که شرایط ویزا و اقامت و هزینه های آن میپرسند این نمایشگاه برای علاقه مندان به کتاب های صوتی هم هیچ جذابیتی نداشت چرا که قرفه ای برای علاقه مندان اختصاص نیافته بود به گفته یکی از قرفه داران تهیه غذا ابتدا قرار بود قرفه کتاب صوتی کنار اقضی فروشی ها برپا شود که آن هم لغو شد